پیشبینی سیمپسون ها از آینده ای ایران؟ نه 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 نه، پیشبینی بنتر از آینده ای ایران. اینو با اطمینان میتونیم بگیم که انیمیشن بنتن پرحاشیه ترین و مرموز ترین برنامه تلویزیونی دنیاست. توی قسمت های مختلف این انیمیشن اتفاقاتی افتاده که بعد از چند سال به طرز خیلی مرموزی این اتفاقات به واقعیت تبدیل شدن. اونم اتفاقاتی که موقع پخش این قسمت ها به وقوع پیوستنشون به ذهن هیچ کس نمیرسیده. برای همین خیلی ها معتقدن که بنتن پیشبینی نمیکنه، فقط برنامه های از پیش تعیین شده رو به صورت غیر مستقیم به ما نشون میده. البته یه سری شایعه یادی هم هست راجع به اینکه سیمپسون هم اومدن 4 تا چیزو پیش بینی کردن، ولی خب کسی سیمپسونا رو دیگه حساب نمیکنه. مگه نه؟ خب دیگه چرت و پرت بسته. بریم سراغ ویدیو. اولین پیش بینی مربوط به قسمت اول سری الین فورس، یعنی دومین سری که از بنتن ساخته شده. تو این اپیزود ما میبینیم که دوتا تیم با رنگ لباسهای قرمز و سفید دارن با هم دیگه فوتبال بازی میکنن که بنتن دروازه‌بان تیم سفیده. بعد از اون جی تی که یکی از همکلاسی‌های قدیمی بنتن بود و توی تیم قرمز بود، یه شوت میزنه سمت دروازه سفید و بنتن که دروازه‌بان سفیدا بود خیلی راحت میتونه اون توپو بگیره. این اتفاق دقیقاً 10 سال بعد به وقوع پیوست، یعنی توی جام جهانی 2018 بازی ایران و پرتغال. تو این بازی یه پنالتی برای پرتغال گرفته میشه و کریستیانو رونالدو ستاره تیم ملی پرتغال میره تا این ضربه پنالتی رو بزنه، ولی برخلاف اون چیزی که انتظار میرفت دروازه‌بان تیم ملی ایران یعنی علیرضا بیرانوند پنالتی رونالدو رو میگیره و اون توپ گل نمیشه. آیا فکر میکنی که این شباهت اتفاقیه؟ قطعا نه. بیاین یه نگاه به رنگ لباس دوتا تیم بندازیم. تیم قرمز شوت میزنه و دروازه‌بان تیم سفید توپو میگیره و دقیقاً توی همین بازی هم تیم ملی پرتغال لباس قرمز پوشیده بود و تیم ملی ایران لباس سفید. از اونجایی هم که بنتن توی تیم سفید بود، یعنی اینکه توی این انیمیشن بنتن رو به عنوان نماد ایران در نظر گرفتن و هر اتفاقی که برای بنتن بیفته برای ایران هم میفته. دومین پیشبینی هم مربوط به اپیزود Enemy of My Frenemy از سری Ultimate Alien هستش. توی این اپیزود ما میبینیم که چارمکسته برای اینکه بتونه دوباره باباشو زنده کنه بنتن رو میکشه و وقتی که بنتن رو کش از یه ارتفاع بلندی بنتن پرت میشه پایین. این موضوعی که برای شما آشنا نیست؟ دقیقاً این موضوع اشاره داره به سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور سابق ایران. ولی این همه ماجرا نیست. ما تو این اپیزود میبینیم که رفیق بنتن هم کشته میشه، یعنی کوین. و حالا کی بودش که همراه رئیس سقوط کرد؟ آفرین، وزیر امور خارجه ایران امیر عبداللهیان. و حالا بنتن از 12 سال قبل تونسته بودش که این اتفاقو خیلی دقیق پیش بینی کنه. ولی آیا شما هنوزم فکر میکنه که همه این چیزا تصادفیه؟ اگه هنوزم همین نظر داری، پس میریم سراغ یکی از بزرگترین و معروف ترین پیشبینی های بنتن در مورد آینده ایران، یعنی اپیزودهای War of the Worlds. تو این دوتا اپیزود ما میبینیم که هایبرید الینا حمله کردن به زمین و میخوان مثل بقیه سیاره ها زمین رو هم نابود کنن. و حالا طبیعتاً بنتن و دوستاش هم باید جلوی هایبرید الینا وای میستادن و از زمین دفاع میکردن. همونطور که قبلا گفتیم بنتن تو این انیمیشن نماد ایرانه، پس این اپیزودا داشتن جنگ بین ایران و عراق رو پیش بینی میکردن. هایبرید الینا که عراقی ها بودن حمله میکنن به سیاره بنتن یعنی ایران، و بنتن باید از سیاره خودش که منظورش همون کشور خودش هستش دفاع کنه. اگرم یکم بیشتر دقت کنی متوجه شباهت رئیس هایبرید الینا با رئیس جمهور اون موقع عراق میشی، یعنی آقای اسمشو نبر. حالا چرا اسمشو نبر؟ چون اگه اسم این بنده خدا رو بیارم یوتیوب درآمدزای ویدیو ما قطع میکنه، برای همین خواهی ندارم اسمشو بگم. و با همین دقت بعد از 28 سال بنتن تونستش جنگ بین ایران و عراق رو خیلی دقیق پیش بینی کنه. و اما پیش بینی بعدی مربوط به انتخاب رئیس جمهور آینده ایرانه. همونجور که توی سری آمنیورس دیدیم، آرجت که یکی از رفیقای قدیمی کوین بود توی آینده به عنوان رئیس جمهور سیاره زمین انتخاب میشه که سیاره زمین همون سیاره بنتنه. و حالا اگه یکم بشنوا کنیم میبینیم که آرجت کچله. و حالا کدوم یکی از کاندیدای ریاست جمهوری کچل بود؟ قالیباف. و یعنی از 9 سال قبل بنتن تونسته بودش پیش بینی کنه که در آینده قالیباف رئیس جمهور ایران میشه، که البته قالیباف رئیس جمهور نشد، پس بنتن کیر شد. آره، این موضوعات باعث شده که خیلی‌ها فکر کنن که اینا فقط یه سری پیشبینی ساده نیستن و سازندگان بنتن با کنترل کنندگان جهان همدستن. بارها شده که خبرنگارهای مختلف راجع به این پیشبینی‌ها از سازندگان بنتن سوال پرسیدن، ولی سازنده‌های بنتن با خنده از کنار اینا گذشتن. اینکه یه گروهی هستن که دارن دنیا رو کنترل می‌کنن درش شکی نیست. منم قبلا توی این ویدیو به طور کامل و منطقی اومدم توضیح دادم که همچین گروهی وجود داره. ولی چرا باید سازندگان بنتن بیان و این اتفاقاتو از قبل توی انیمیشن نشون بدن؟ خب دیگه شرط و پر دسته، مرسی که این ویدیو رو دیدین. شما بخیر.